سلام به تمامی همراهان عزیز لذت داستان، من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم. امشب میخوام براتون چند داستان شیرین و شنیدنی بخونم، داستانهای ناب که تا به حال نشنیدید. امیدوارم که از شنیدنشون لذت ببرید. داستان نمیتوانم بگویم. زن پاک دامن و نیکوکار اهل بلخ پسری فاسد داشت که به او محبت می‌ورزید. زن دائم او را نصیحت می‌کرد، از او می‌خواست تا از کارهای ناشایستش دست بردارد، اما پسر گوش نمی‌داد. روزی قضای الهی رسید، فرزند مرد. مادر پریشان شد، صبر از کف داد، از خداوند خواست خواب فرزندش را ببیند تا شاید آرام شود. شبی در خواب فرزندش را دید، در حالی که زنجیر آتشین برگردن و دست و پای او بسته بودند. با فریاد از خواب بیدار شد. از آن پس شب و روز گریه می کرد و از قصه فرزندش ضعیف و لاغر شد و توانی در بدنش نماند. از او پرسیدند چرا این گونه بیتابی می کنی؟ گفت ای مسلمانان، نمی توانم چیزی را که دیدم بگویم. هوشیار باشید تا به خاطر شهوت زود گذر دنیا گرفتار آتش جهنم نشوید. داستان تیمور خندید. وقتی تیمور لنگ بر فارس مسلط شد، به شیراز آمد و شاه منصور را کشت. تیمور حافظ را که آوازش همه جا را گرفته بود به نزد خود فرا خواند. زین العابدین گنابادی که نزد تیمور مقام والایی داشت و از مریدان حافظ محسوب می شد، حافظ را نزد او آورد. همین که تیمور به چهره حافظ نگریست و آثار فقر و تهیدستی را در چهرش دید، گفت ای حافظ، من با زور شمشیر همه زمین را ویران کردم تا توانستم سمرقند و بخارا را آباد کنم، اما تو آنها را به یک خال هندو میبخشی. میگویی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حافظ گفت از همین بخشش هاست که دچار فقر و تهیدستی شدم. تیمور خندید و برای حافظ مقرری شایسته‌ای در نظر گرفت. داستان همه چیز را همگان دانند. انوشیروان وزیری دانا به نام بزرگ مه داشت. روزی سفیری از روم به دربار پادشاه وارد شد. پادشاه در جایگاه مخصوص خود نشست و به سفیر اجازه حضور داد. او که به داشتن وزیری چون بزرگ مهر افتخار میکرد، خواست تا جلوی سفیر روم به وجود این وزیر مباهات کند. انوشیروان مغرورانه رو به وزیر کرد و گفت ای کسی که همه چیز عالم را میدانی. بزرگ مهر گفت ای پادشاه، چنین نیست. انوشیروان که نزد سفیر خجالت زده شده بود، با تندی به وزیر گفت پس چه کسی همه چیز را می داند؟ بزرگ مه گفت همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاییده نشدند. داستان ستاره شناس بردار. ستاره شناسی را بردار کردند. کسی از آن محل می گذشت. رو به او کرد و گفت آیا در سرگذشت خود چنین جایی را دیده بودی؟ ستاره شناس گفت آری، هماره برای خود مقام بلندی را می دیدم، اما نمی دانستم که در این جایگاه است. داستان موسی و ساحران. وقتی موسی به پیامبری رسید، به مصر بازگشت و با فرعون به مبارزه پرداخت. فرعون موسی را فردی آشوبگر خواند. موسی فرمود من بنده خدا هستم، وظیفه خود را انجام می دهم. فرعون به او گفت من همه ساحران را جمع می کنم تا سحر تو را رسوا کنند. 40 روز به من مهلت بده.
موسی فرمود: من آماده مبارزم، به تو مهلت نمیدهم. خداوند به موسی وحی کرد: نترس، به او مهلت بده، ما پشتیبان تو هستیم. به او بگو هر چه حیله و توان داری به کار ببر. موسی به فرعون مهلت داد. فرعون با سران و مشاوران خود مشورت کرد. همه آنها فرعون را به سرکوبی موسی تشویق می کردند. در این میان هامان وزیر فرعون گفت: باید برای نابودی او ساحران را جمع کنیم. ما ساحران ماهری داریم که در کار خود بی نظیر هستند. فرعون پذیرفت و پیکای خود را سراغ آنان فرستاد. در بین ساحران دو جادوگر بودند که مهارت عجیبی داشتند. می توانستند از ماه شیر بدوشند. فرعون به آنان گفت: موسی و هارون در برابر من ایستادند. هرچه پاداش بخواهید در اختیارتان قرار می دهم تا آن دو را رسوا کنید. آنها با ترس آمیخته با محبت به موسی متحیر مانده بودند که چه کنند. فرعون نیز پیشاپیش جوایز و خلعتهای بسیاری با آنها بخشید. وعده های دیگری نیز با آنها داد تا هرچه قدرت دارند به کار گیرند. اما در روز موعود عصای موسی به صورت اژدها در آمد و سحر ساحران را نابود کرد. ساحران همگی به سجده افتادند و به پروردگار موسی ایمان آوردند. فرعون جادوگران را به مرگ تهدید کرد. گفت: دست و پای شما را قطع می کنم. شما را بر شاخه های درخت خرما به دار می زنم. آنها گفتند: ما به خدای موسی ایمان آوردیم. از او دست بر نمی داریم. هر حکمی که می خواهی درباره ما صادر کن. برای ما ایمان سزاوارتر از تن است. زیرا اگر قفس تن ما را بشکنی، پرنده روح ما آزاد خواهد شد و هیچ باکی از مرگ نداریم. داستانه خبر ندارد. پیرمرد 80 ساله میخواست اسبی بخرد. فروشنده اسبی خوش رنگ و قوی برایش آورد. پیرمرد آن را پسندید. اما هنگامی که خواست پول را پرداخت کند، نگاهش افتاد به دندانهای اسب. فهمید که پیر و سال خورده است. لذا از خرید منصرف شد. همان لحظه جوانی از راه رسید و اسب را خرید. شخصی از پیرمرد پرسید: آن جوان اسب را خرید، تو چرا از خریدش منصرف شدی؟ پیرمرد گفت: آن جوان از درد پیری خبر ندارد. اگر فریب ظاهر و رنگ اسب را بخورد، کسی نباید او را سرزنش کند. ولی من که خود پیر هستم و رنج پیری را می دانم، اگر این اسب سال خورده را می خریدم، سزاوار سرزنش بودم. داستانه انشاءالله منم. شبی مردی به زن خود گفت: فردا سپید دمان به کوه می روم. هیزم بار خر می کنم و ظهر نشده باز می گردم. زن گفت: بگو انشاءالله. مرد گفت: به انشاءالله گفتن چه نیاز است؟ خر تندرست و تا گلو خورده به آخور بسته است. من نیز که به هر حال تا سپیده فردا نخواهم مرد. صبح شد. مرد چنان که گفته بود سوار خر شد و به سمت کوه حرکت کرد. اتفاقا آن روز غلامان پادشاه برای جمع کردن هیزم به کوه آمده بودند. همین که مرد را دیدند او را به زور گرفتند. همین که خواست اعتراض کند او را کتک زدند و به جرم این اعتراض او را مجبور کردند هیزم کشی کند. تا شب 3 بار از کوه تا آشپزخانه سلطان هیزم برد. مرد نیمه شب زخمی و پیاده، در حالی که خرش را مصادره کرده بودند، به خانه رسید. در را زد. زن پرسید: کی هستی؟ مرد گفت: انشاءالله منم، در را باز کن. داستان تقصیر باد است. مردی به باغش رفت. دزدی را دید که کیسه‌ای پیاز جمع کرده بود. به دزد گفت: در این باغ چه می‌کنی؟ دزد گفت: از اینجا رد می‌شدم،
باد شدیدی آمد، مرا به این باغ انداخت. مرد گفت: چرا پیازها را کنده ای؟ دوست گفت: باد شدید نزدیک بود مرا با خود ببرد. من هم دستم را به بوته پیاز گرفتم و پیازها کنده شد. مرد گفت: باشد قبول، اما چه کسی آنها را در این کیسه جمع کرده؟ دوست گفت: باور کن خودم هم در این فکر بودم که تو آمدی. داستان قطره معلم. شخصی در بزرگسالی به دنبال علم و دانش رفت، اما نتوانست چیز چندانی بیاموزد. ناامیدانه راهی شهر و دیار خیش شد. هوا گرم بود ولی او احساس نمی کرد. به طرف کوه رفت و در دامنه آن نشست. چشمه ای بالای کوه بود. آب زلال آن قطره قطره روی سنگی می ریخت. سنگ بر اثر آن قطرات سوراخ شده بود. با خود گفت: علم از این آب نرمتر نیست. دل من هم از این سنگ سخت‌تر نیست. پس باید به تلاشم ادامه دهم. او تلاش و تمرین را با اراده‌ای قوی آغاز کرد. خداوند بزرگ درهای علم را به رویش گشود. 30 سال به علم آموزی مشغول شد تا به جایی رسید که بر مسند استادی تکیه زد و به درجه اجتهاد رسید و شاگردان بسیاری در مکتب او پرورش یافتند. داستانه برای ما حلال است، نه برای شما. در همسایگی مردی ثروتمند، مرد فقیری زندگی می کرد که هرگز نیازمندیش را بروز نمی داد. کسی از فقر او خبر نداشت. روزی فرزند مرد ثروتمند به خانه فقیر آمده بود. موقع غذا آنها دیگی را که روی آتش گذاشته بودند آوردند و مشغول خوردن غذا شدند. اما چیزی به کودک ثروتمند ندادند. کودک با گریه نزد پدر خود رفت، ماجرا را تعریف کرد. مرد ثروتمند همسایه فقیرش را صدا زد. به او گفت: چرا از غذای خود به کودک من ندادید؟ مرد فقیر گفت: نه، این گونه نیست. سپس سرش را به زیر انداخت و گفت: در این کار سری بود. می‌خواهی آن را برایت بگویم؟ آن غذا برای ما حلال بود، اما برای شما حلال نبود. مرد ثروتمند گفت: چگونه چیزی برای شما حلال است و برای دیگری حرام؟ مرد فقیر گفت: مگر در قرآن نخوانده ای؟ آن غذا از گوشت پرندگی مرداری بود که بر ما حلال است و برای شما حرام. ای همسایه، حال روز ما چنان است که از فقر و نداری گوشت مردار برای من حلال شده است. مرد ثروتمند وقتی این سخن را شنید گفت: به خدا قسم نمیگذارم از خانم بیرون بروی مگر اینکه نیمی از مال و ثروت مرا قبول کنی. هرچه داشت با مرد فقیر تقسیم کرد. وقتی مرد ثروتمند مرد، او را در خواب دیدند. از او پرسیدند: حال و روزت چگونه است؟ خداوند با تو چگونه رفتار کرد؟ گفت: خداوند به خاطر همدردی و برادری با همسایه نیازمندم به من رحمت کرد. داستان انسان واقعی. روزی به شیخ ابو سعید ابوالخیر گفتند: فلان کس روی آب حرکت می کند. او گفت: این که چیزی نیست، قورباغه هم می تواند روی آب حرکت کند. دیگری گفت: کسی را می شناسم که در هوا پرواز می کند. شیخ گفت: مگس هم می تواند در هوا پرواز کند. سومی گفت: او در یک لحظه از مشرق به مغرب می رود. شیخ به آرامی گفت: مهم نیست، شیطان هم در یک لحظه از مشرق به مغرب می رود. سپس رو به آنها کرد و گفت: این حالات که می گویید ارزش چندانی ندارد. انسان واقعی کسی است که در میان مردم زندگی کند، با آنها داد و ستد نماید، ولی یک لحظه از یاد خداوند بزرگ
غافل نشود. داستان جای خلوت. جنید بغدادی مریدی داشت که از سایر مریدان او را بیشتر دوست می داشت. به او احترام می گذاشت. به همین خاطر مریدان دیگر به او حسد می ورزیدند. جنید که از ظاهر افراد به باطن و اندیشه آنها پی می برد، روزی برای اینکه به بقیه مریدان خود بفهماند که دلیل دوستی او با آن مرید چیست، همه را امتحان کرد. جنید به یکی از دوستانش گفت 20 مرغ بیاور. سپس به مریدان گفت هر کس مرغی بردارد و به جایی که هیچ کس آنجا نباشد ببرد، آن را بکشد و برای من بیاورد. هر کدام از مریدان مرغی را برداشتند و به اطراف پراکنده شدند. بعد از مدتی همه آنها در حالی که مرغ را کشته بودند برگشتند، اما آن مرید مرغ را زنده آورد. جنید پرسید چرا مرغ را نکشتی؟ مرید گفت زیرا شما گفته بودی جای آن را بکشم که هیچ کس نباشد. من هر کجا رفتم خداوند را حاضر دیدم. جنید رو به مریدان کرد و گفت حال دیدید که فهم او نسبت به بقیه چقدر بیشتر است؟ مریدان شرمنده شدند و عذرخواهی کردند. داستان صبر ایوب. حضرت ایوب آنچنان خداوند را اطاعت می کرد که فرشتگان آسمان و زمین به او درود می فرستادند. شیطان به ایوب حسادت کرد. روزی به خداوند گفت خدایا تو به ایوب نعمت بسیار داده ای. او در تندرستی، روزی گسترده و عافیت زندگی می کند. پس برای این همه نعمت شکر تو را به جای می آورد. اما اگر او را به بلاها و سختیها آزمایش کنی، مطمئن هستم که خدایی دیگر را پرستش می کند. خداوند فرمود ای کسی که از درگاه هم رانده شده ای، من تو را بر مال و ثروت او مسلط می کنم تا فرشتگان آسمان و زمین بدانند که تو دروغگو هستی. ابلیس فریادی کشید و همه دستیاران او جمع شدند. آنگاه دستیاران قوی خود را جدا کرد و به آنها گفت من امروز قدرتی پیدا کردم. بعد از رانده شدن آدم از بهشت چون این قدرتی نداشتم. آنها گفتند چه توانایی توانستی بگیری؟ شیطان گفت خداوند مرا بر همه مال و ثروت ایوب مسلط کرد. من میخواهم همه اموال او را نابود کنم تا فقیر شود. زیرا فقر بعد از ثروتمندی بسیار سخت است. هنگامی که فقیر شد او را وسوسه میکنم تا از اعتقادش دست بردارد و دیندار نباشد. حضرت ایوب در آن روزگار 5000 شتر داشت. هر 50 شتر را به یک شتربان سپرده بود. شتربانان شتران را به چرا می بردند. او 12000 گوسفند داشت. هر 500 گوسفند را به چوپانی داده بود. علاوه بر آنها 500 جفت گاو داشت که در زمین‌های کشاورزی او کار می‌کردند. هر جفت از آنها را به غلامی داده بود. چهار پایان ایوب بسیار زیاد بودند و همه چوپانان به همراه خانواده‌های خود او را بسیار خدمت می‌کردند. شیطان به یکی از دستیارانش گفت: چگونه می‌توان مال و ثروت ایوب را نابود کرد؟ او گفت: من می‌توانم خود را آتش کنم. هر جا که بروم همه چیز را بسوزانم. شیطان خوشحال شد و گفت همین الان برو شترها و شتربانان را هلاک کن. شیطانک رفت. شتربانان با شترها در صحرا بودند. ناگهان شیطانک وارد شد و آنجا را به آتش کشید. همه ی شتران و شتربانان سوختند. شیطان بدنهاد خود را به شکل شتربانی در آورد و نزد حضرت ایوب رفت. او دائم نماز می‌خواند و به فقیران صدقه و به یتیمان غذا می‌داد. شیطان با صدایی بلند گفت ایوب.
حضرت ایوب با خود اندیشید شیطان یکی از غلامان اوست. به او فرمود چه اتفاقی افتاده؟ شیطان گفت آیا میدانی خداوند با شتران تو چه کرد؟ حضرت ایوب با آرامش فرمود آنها شتران من نبودند. آنها را خداوند به امانت در دست من گذاشته بود. حالا هرچه صلاح است همان روی داده. او در داشتن آنها نسبت به من شایسته تر است. شیطان گفت اگر شتران برای خداوند است می توانست آنها را بهتر از تو پس بگیرد. نه اینکه آتشی برپا سازد و همه را خاکستر کند. من بعد از سوختن شتران آنجا بودم. افراد زیادی برای دیدن آن منظر جمع شده بودند. هر کدام در مورد تو سخنی می گفتند. گروهی می گفتند ایوب خداپرست نبود که خداوند بلا را از او بر نداشت. گروهی دیگر می گفتند ایوب خدا را می پرستید اما خداوند از او روی گردانید. سپس ثروتش را گرفت و با فقر بعد از ثروت او را امتحان کرد تا دوستانش را غمگین و دشمنانش را شاد کند. گروهی دیگر می گفتند ایوب ریاکار بود زیرا اگر اخلاص در عمل داشت پاداش او این گونه نبود. هر کس در مورد تو سخنی می گفت. من از گفتار آنها بیشتر از سوختن شتران دلگیر شدم. حضرت ایوب فرمود خدا را شکر می کنم که شترانی را به من بخشی و آنها را از من گرفت. من از رحم مادر برهنه بیرون آمدم. برهنه از دنیا می روم. روز قیامت برهنه از خاک برانگیخته می شوم. شایسته نیست که انسان با یافتن چیزی شادمان شود یا از پس گرفتن آن ناراحت گردد. اگر خداوند صلاح می دانست جان تو را هم مثل جانهای دیگر می گرفت. اما می بینی تو را از بین آنها جدا کرد. همانطور که تو سزاوار نبودی نزد خداوند بروی پس شایستگی غلامی مرا هم نداری. شیطان ناامید از پیش ایوب برگشت. او با عصبانیت و خشم نزد دستیاران دیگرش رفت. گفت چاره دیگر بیندیشید. این حیله هیچ تأثیری در ایوب نداشت. یکی از آنها گفت صدای من آنچنان قوی و گوش خراش است که وقتی فریاد بکشم هر جانوری که صدایم را بشنود همان لحظه میمیرد. شیطان گفت همین الان برو و با صدای بلند خود گوسفندان و چوپانان را نابود کن. شیطانک رفت. گوسفندان و چوپانان در صحرا بودند. چوپانان در سایه درختان کوتاه قد مشغول نواختن نی بودند. ناگهان شیطانک فریادی بلند سر داد. چوپانان بیچاره و گوسفندان در همان لحظه هلاک شدند. دوباره شیطان خود را به شکل چوپانی درآورد. و نزد حضرت ایوب رفت. اما حضرت دوباره همان جواب پیشین را داد و او سرف کنده و ناامید از نزدش برگشت. شیطان با خشم و ناراحتی سراغ دوستانش رفت. با آنها گفت با این حیله هم نتوانستم کاری از پیش ببرم. یکی از آنها گفت من نیروی دارم که اگر بخواهم خود را مانند تند بادی می کنم. که اگر به هرچه بوزم از ریشه کنده می شود و جانوران می میرند. شیطان به او دستور داد. به سوی کشاورزان و گاوهای ایوب برو. به هیچ چیز رحم نکن. حتی زن و فرزندانشان را هم هلاک کن. کشاورزان با خانواده هایشان در زمین ها کار می کردند. ناگهان تند بادی سرد شروع به وزیدن کرد. همه گیاهان خشک شدند. مردم و چهارپایان هلاک گردیدند و هیچ کسی زنده نماند. شیطان خود را به شکل غلامی درآورد و نزد ایوب رفت. اما او مانند دفعه قبل با بردباری جواب او را داد. وقتی شیطان از همه نیروهایش کمک گرفت و نتوانست حضرت ایوب را شکست دهد، گوشه ای ایستاد. خداوند به او فرمود: ای شیطان، ایوب را چگونه دیدی؟ حال فهمیدی که گمان تو درباره او اشتباه بود؟ شیطان گفت ایوب فرزندان بسیار دارد
می داند با وجود آنها می تواند مال و ثروتش را دوباره به دست آورد. پس مرا بر فرزندان او مسلط کن. این مصیبتی است که مردان نمی توانند در آن صبر کنند. خداوند فرمود: تو را بر فرزندان او مسلط می کنم تا دروغگویی‌ات ثابت شود. شیطان این دفعه از یارانش کمک نگرفت. از شدت خشمی که به ایوب داشت، خودش تنها به سراغ او آمد. ایوب خانه بزرگ داشت. زنان و فرزندان او در آنجا زندگی می کردند. بعضی از فرزندان او کوچک، بعضی بزرگ و بعضی شیرخواره به اتفاق دایه آنجا بودند. تعدادی از اهل علم و ادب برای آموزش علم در کنار خانواده حضرت ایوب به علم آموزی فرزندان او مشغول بودند. شیطان وارد شد. پایه‌های خانه را تکان داد. چوب‌ها و سنگ‌ها فرو ریختند و همه افراد مردند. سپس همه آنها را واژگون کرد به گونه‌ای که سرهای آنها پایین و پاهایشان بالا بود. همه اهل بیت حضرت ایوب به جز زنش در آن ساعت در خانه بودند. پس حضرت ایوب ماند و زنش. زن ایوب دختر حضرت یعقوب بود. شیطان خود را به شکل حکیمان درآورد. با جراحت‌های بسیار و سر و روی خون‌آلود نزد حضرت ایوب آمد. همین که حضرت نگاهش به وضعیت او افتاد، ناراحت شد و از شدت غم گریه کرد. شیطان که حال ایوب را این گونه دید، با او هم دردی کرد. شروع به ناله و نوح سرایی نمود. هر کدام از فرزندان او را به نام صدا می کرد و از زیبایی و رعناییش سخن می گفت. حضرت ایوب چون به شیطان نگاه می کرد و گریه و زاری او را می دید، گریهش بیشتر می شد. شیطان بر جزع و فزع خود افزود. رو به حضرت ایوب کرد و گفت: تو چه می دانی؟ حال آنهایی که زیر سنگ ها و چوب ها ماندند چگونه است؟ خانه آنها گورستان آنها شد. استخوان هایشان خرد گردید. مغز سرشان از بینی بیرون آمد. جامه های زیبای آنها خونالود شد و عطرهای خوشبو کنندی آنها بر کفن هایشان ریخته شد. شیطان پیوست مصیبت ها را بازگو می کرد و نوح سر می داد. اما این بار هم به هدف خود نرسید. نتوانست ایوب را بفریبد. شیطان گفت: خدایا، ایوب تندرست و سالم است. او می داند تا سلامتی دارد می تواند مال و فرزند به دست آورد. مرا بر تن او مسلط کن، زیرا مصیبت ها و سختی ها را با تن سالم می توان تحمل کرد. اما اگر انسان به دردی دچار شود، عصیان و نافرمانی می کند. خداوند به فرشتگان فرمود: شیطان می خواهد من ایوب را شکنجه کنم، اما در برابر سختی هایی که به ایوب می دهم، ثواب های بسیار نصیب او می کنم. شیطان نمی داند من چه صبری به ایوب کرامت کردم. پس شیطان فرمود: من تو را بر تن او نیز مسلط کردم، ولی تو هیچگاه بر عقل و دل و زبان او مسلط نخواهی شد. وقتی شیطان این را شنید گفت: می ترسم ایوب مرا در آسمان و زمین رسوا کند. از آنجا برگشت، خود را به شکل ماری در آورد و نزد حضرت ایوب رفت. او در حال نماز خواندن بود. شیطان از زیر محراب او چنان در بینیش دمی که همه تن حضرت ایوب سیاه شد. موهای او ریخت. آبله‌هایی روی پوستش ظاهر شد. چنان پوستش می‌خارید که در اثر خارش ناخن‌هایش شکست. او خود را به سنگ و سفال و چوب می‌مالید. پوست بدنش کنده شد. بدنش ورم کرد. خون و چرک از زخم‌هایش بیرون می‌آمد. کرم‌ها روی بدنش حرکت می‌کردند. بوی چرک و خونابه از خانه او بیرون می‌رفت. همسایگان از بیماری او خسته شدند. او را به خانه ای از نی و علف در بیرون شهر بردند. حضرت ایوب 3 سال با سخت ترین بلاها و دردمندی و درویشی زندگی کرد. از مال و ثروت دنیا هیچ نداشت.
دوستان و آشنایان از او روی گردانیدند. تنها همدم او زنش رحمه دختر حضرت یعقوب بود. او کار می کرد و خوراک اندکی فراهم می آورد و نزد او می رفت. زن بیشتر اوقات گرسنه بود ولی شوهرش را تنها نمی گذاشت. پس از مدتی روزی رحمه برای برطرف کردن نیازی از نزد ایوب رفت. جبرئیل نازل شد و حضرت ایوب فرمود: ای ایوب، پایت را بر زمین بزن. حضرت ایوب پایش را بر زمین کوبید. چشمه ای زلال شروع به جوشیدن کرد. سپس جبرئیل فرمود: خود را در این آب بشوی. حضرت ایوب خود را شست. بیماری او سلامت یافت. دیگر آثاری از بیماری بر چهره و پوست او دیده نمی شد. دوباره جبرئیل فرمود: از این آب سرد و گوارا بنوش. حضرت ایوب مقداری آب نوشید. همه دردهای درونیش نیز التیام پیدا کرد. گویی هیچ وقت بیمار نبوده است. خداوند سترگ دو جامعه سفید از بهشت برای حضرت ایوب فرستاد تا آن را بپوشد. سپس به او فرمود: 40 قدم راه برو. حضرت ایوب که دوباره سلامتی و جوانیش را باز یافته بود مشغول خواندن نماز شد. رحمه از خرید برگشت. در کنار چشمه جوانی با لباسهای زیبا مشاهده کرد. با خود اندیشید: آیا راه را اشتباه آمدم؟ سپس به حضرت ایوب گفت: ای بنده خدا، من راهم را گم کردم، مرا راه نمایی کن. حضرت ایوب به او گفت: کجا می خواهی بروی؟ تو که هستی؟ رحمه نگاهی به او کرد، گفت: من همسر ایوب هستم، می خواهم پیش او بروم. ما خانه ای از نی و علف در همین اطراف داشتیم. حضرت ایوب فرمود: ایوب کیست؟ رحمه گفت: تو سرگذشت ایوب پیامبر خدا را نشنیده ای؟ او به بلاها و بیماری ها مبتلا شد، اما وقتی جوان بود بسیار شبیه به تو بود. من تا به حال هیچ کس را مانند ایوب ندیدم، اما تو؟ چون رحمه این سخنها را گفت، حضرت ایوب لبخند زد و دندانهایش پیدا شد. رحمه با خندیدن ایوب او را شناخت و به طرف او دوید. از شدت خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. با چشمان اشک‌آلود ایوب را می نگریست. دردهای گذشته را در ذهنش مرور می کرد. خداوند در همان روز فرزندان، گاوها، شتران و گوسفندانش را زنده کرد. همه آنچه را که از او گرفته بود به او عطا کرد. حضرت ایوب 7 پسر و 3 دختر داشت. خداوند توانا آنها را نیز زنده کرد. زن او هم دوباره جوان شد و 7 پسر و 3 دختر به دنیا آورد. داستان اگر من ناجوان مردم. مرد از شدت مستی در گوشه راهی افتاده، از شدت بیحالی توان اختیار از کفش رفته بود. عابدی از آنجا می گذشت. نگاهی به وضعیت ناپسند و زشت او کرد. مرد مست متوجه عبور عابد شد. سرش را بالا گرفت و گفت: هرگاه بر ناپسندی بگذرند، بزرگوارانه بگذرند. این بخشی از آیه شریفه‌ای در سوره فرقان است. یعنی انسان هرگاه گناهکاری را دید، باید عیب پوش و بردبار باشد. متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی دوری نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردی گذر کن. داستان این را چگونه خوردی؟ ارباب لقمان که به عظمت مقام معنوی لقمان پی برده بود، او را بر همه غلامان مقدم می داشت. به او عشق می ورزید. تا آنجا که پسمانده غذای لقمان را هم می خورد. از غذایی که قبلا لقمان از آن نخورده بود نمی خورد، بلکه آن را دور می ریخت یا با کمال بیمیلی از آن می خورد. در یکی از روزها خربوزه‌ای برای ارباب به عنوان هدیه آوردند. ارباب خربوزه را پاره کرد و به لقمان داد. لقمان آن قصه ها را می خورد و وانمود می کرد که بسیار شیرین است.
وقتی که ارباب دریافت که لقمان خربزه را با میل و شوق خورده، تا 17 قطعه خربزه را به لقمان داد. او همچنان میخورد. تنها 1 قطعه از خربزه مانده بود. اربابان را برای خوردن برداشت. اما وقتی آن را به دهان گذاشت، دید که مثل زهر تلخ است. زبانش آبله زد و گلویش سوخت و حالش به هم خورد. بعد از آن به لقمان گفت: ای لقمان، این زهر را چگونه میخوری؟ صبر و تحمل تو تا چند اندازه است؟ لقمان گفت: من هزاران نعمت تو را خوردم و همه نیک بود. شرم کردم که بگویم این یکی تلخ است. این نیش را در برابر آن همه شیرینی های نعمتت نوش دانستم. داستان ما کجا و او کجا؟ ابراهیم هم کارگری میکرد. او در مقابل کار سختی که انجام میداد مزد کمی میگرفت. آن را هم برای دوستانش خرج میکرد. غروب بود. ابراهیم خسته به مسجد رسید. نماز را به جا آورد. مقداری غذا خرید و تصمیم گرفت آن را برای دوستانش ببرد. راه طولانی بود. ابراهیم نتوانست سر شب خود را به آنها برساند. چون پاسی از شب گذشت و او نیامد، دوستانش گفتند: ابراهیم دیر کرده، ما غذایمان را میخوریم و منتظر او نمیمانیم تا بار دیگر به موقع بیاید. آنها غذایشان را خوردند و خوابیدند. هنگامی که ابراهیم آمد، دید همه خوابیدند. با خود گفت: شاید آنها چیزی نخوردند و گرسنه باشند. فوراً آتش روشن کرد، با مقداری آرد خمیر درست کرد و مشغول پختن شد که وقتی آنها بیدار شدند، غذایی بخورند تا فردا بتوانند روزه بگیرند. بعد از مدتی دوستان او از خواب بیدار شدند. با تعجب دیدند ابراهیم با سر و روی دود گرفته و خاک‌آلود مشغول پختن غذاست. به او گفتند: چه کار میکنی؟ او گفت: دیدم شما خوابیده اید. فکر کردم شاید گرسنه باشید. خواستم برایتان غذایی آماده کنم تا وقتی بیدار شدید نوش جان کنید. آنها از این که درباره او این گونه اندیشیده بودند شرمنده شدند. با خود گفتند: ما کجا؟ ابراهیم کجا؟ داستان آهنگ‌های شیطانی. در روزگار قدیم، روزی پیامبری در حال بیرون آمدن از مسجدی شیطان را دید. شیطان در مسجد نشسته، پرچمی در دست گرفته و طبلی بر گردنش آویزان کرده بود. پیامبر به او گفت: ای ملعون، اینجا چه کار می‌کنی؟ اینها چیست که با خود آورده‌ای؟ شیطان گفت: من هر روز با این شکل شمایل بر در مسجد می نشینم و یکی از یارانم را هم با خود می آورم. وقتی مردم سلام نماز را می دهند، من حیله تزیین شده خودم را بر طبل وسوسه می زنم که از آن 3 آهنگ بیرون می آید. یکی طمع که به گوش کسانی که طمع دارند می رسد. باعث می شود تا آنها با خود بگویند: اگر در مسجد بمانیم، خدمتکارانمان از ما آزرده می شوند و خدمت ما را نمی کنند. لذا زود از مسجد بیرون می آیند. آنها زیر علم من می آیند. دیگری آهنگ هرس است که هر کس هرس دارد، وقتی این آهنگ را می شنود می گوید: اگر در مسجد بمانم، شاید دیگران خرید و فروش کنند و سود ببرند و من عقب بمانم. پس بیدرنگ از مسجد بیرون می رود و زیر علم من می آید. آهنگ سوم هم من است. وقتی این آهنگ به گوش انسانهای خسیس می رسد، می گویند: الان نیازمندان می آیند و از من چیزی می خواهند. بهتر است زودتر بیرون بروم. زود از مسجد بیرون می روند و زیر علم من می آیند. بقیه اهل طاعت و بندگی خدا هستند، می مانند. می گویم: من طایفه خودم را بردم، شما طایفه خدا و بندگان مخلص اویید. داستان راه آبادی از ویرانی می گذرد. مردی زمین را شخ می زد. ابلهی به او گفت:
چرا زمین را خراب میکنی؟ مرد پاسخ داد: ای ابله، همه این آبادی ها از خرابی است. این زمین هرگز بدون شکافتن و ویرانی گلزار و گندمزار نمی شود. تا زخم را نشکافی بهبود نمی یابد. تا نفس سرکوب نشود معرفت حاصل نمی شود. داستان تاجر پریشان. سعدی می گوید: بازرگان ثروتمندی بود که کالاهای مختلف و 150 شتر داشت. 40 خدمتکار و برده کارهایش را انجام می دادند. شبی در جزیره کیش مرا به کلبه خیش دعوت کرد. من دعوت او را پذیرفته به آنجا رفتم. سراسر شب بیدار بود. دائم سخنان پریشان می گفت. نگران اموالش بود. گاهی می گفت: فلان انبارم در ترکستان یا فلان سرمایه‌ام در هندوستان است. برای فلانی ضامن شدم. گاهی هم می گفت: قصد سفر به اسکندریه را دارم، زیرا آب و هوای خوبی دارد، ولی دریای مغرب طوفانی است. بعد از اینکه از هر دری سخن میراند، رو به من کرد و گفت: سعدی، من یک سفر دیگر میروم. اگر برگردم، بقیه عمرم را گوشه‌ای مینشینم و استراحت میکنم. گفتم: به کجا میروی؟ گفت: گوگرد ایرانی را به چین میبرم، زیرا آنجا قیمتی بسیار دارد. از آنجا کاسه چینی را به روم میبرم، دیبای رومی را به هند، فولاد هندی را به حلب و آینه حلبی را به یمن. پارچه یمانی را به ایران میآورم و بعد برای همیشه تجارت را ترک میکنم و در دکانم مینشینم. او آنقدر از این سخنان دیوانوار گفت که خسته شد. بعد رو به من کرد و گفت: سعدی، تو هم حرفی بزن. گفتم: آن شنیدستی که روزی تاجری در بیابانی بیفتاد از ستور. گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید. روز روزگار بر شما خوش.